خب دوستان عزیز، امیدوارم که دارای ساعت کامل باشین و همین امیدواری امروز درس دوم خود را آغاز میکنیم. اولی توپیک را که ما شما مورد بحث قرار میدیم در دوره آموزشی آپریتینگ سیستم عبارت است ای است که ما در اول یک تعریف از آپریتینگ سیستم میداشت باشیم که آپریتینگ سیستم چیست و وظایف آپریتینگ سیستم چیست و همچنان ما چرا نیاز به آپریتینگ سیستم داریم. خب دوستان، در این قسمت شما میبینید ما اولا یک تعریف از آپریتینگ سیستم داریم. آپریتینگ سیستم و یا سیستم عامل یک سیستم سافتویر است که میتونه منیج بکنه، مدیریت بکنه سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار کامپیوتر و منابعی که به کامپیوتر سیستم ما شما وصل میشه، مثل اسکنر، کامره، فلش و غیره و غیره. تمام از اینا، یعنی به طور مثال دوست عزیز، شما چطور میتونه مدیریت بکنه؟ یعنی یک یوزر نمیتونه به شکل مستقیم یک هاردویر اکسس کنه. یعنی بچی مانم به طور مثال، اگر شما یک دانه پرینتر داشته باشین ولی این پرینتر آمده باشه در قسمت آیو اینترفیس وصل شده باشه، یعنی این نفر نمیتونه که مستقیم پرینتر اکسس بکنه. یعنی اگر یک دانه داکیمنت داره به خاطر چاپ کردن میخواد آردر چاپ بده، دایرکت نمیتونه که به پرینتر وصل شود و ایده چاپ بکنه. که اگر دایرکت استفاده کنه بسیاری از مشکلات را به بار میاره که ما شما انشاءالله در ویدیو، یعنی در سلاید بعدی در همین ویدیو انشاءالله ما شما میخوام. خب حال از طریق آپریتینگ سیستم میتونه که هر وسایل که با آیو اینترفیس وصل میشه، یعنی با هاردویر وصل میشه، او را بتونه اکسس کنه، یعنی به او دسترسی پیدا کنه. آردر پرینتر، یعنی داکومنت اگر میخواد چاپ بکنه، آردر پرینتر از طریق آپریتینگ سیستم میده. آپریتینگ سیستم میتونه که داکومنت به هاردویر برسونه و بعد از او به پرینتر و از پرینتر بعد از او معلومات به ما چاپ کنه تا اینکه در دسترس ما قرار بگیره. و دیگه دوستای عزیز، ما گفته میدیم که آپریتینگ سیستم یک تعریف دیگه هم داره که ما میتونه بگیم که یک اینترفیس یا یک میانجی بین هاردویر و یوزر است. یعنی ببینید دوستای عزیز، در درس ما شما یک یوزر داریم و در اخوان شما هاردویر داریم. هر آن چیزی که به شکل فیزیکی میبینیم قابل لمس از جای را اشغال میکنه و عبارت از هاردویر و یا سخت افزار است. یعنی ما گفتیم پس آپریتینگ سیستم میتونه یک انترفیس یا یک میانجی یا یک ترجمان بین یوزر و بین هاردویر باشه. یعنی به چی معنی؟ زمانی که شما باز هم یک یوزر هستید، میخواین که یک انستراکشن یا یک دیتا را به خاطر پروسس روان کنید، متوجه باشین که باز هم نمیتونید شما به شکل مستقیم یکی از هاردویر ها را استفاده کنید. نمیتونید سی پی یو را استفاده کنید، نمیتونید آیو اینترفیس و نمیتونید رم و غیره دیوایس هایی که مربوط به هاردویر باشه، هیچ یک از اینا شما نمیتونید. پس دیتایی که میخواین باید پروسس شود تا اینکه اکزیکیوت شود نتیجه برای ما، متوجه باشین که از طریق آپریتینگ سیستم شما میتونید که هر یکی از هاردویر ها را استفاده کنید یا بر از اونها دسترسی پیدا بکنید. فقط شما دیتا را از طریق آپریتینگ سیستم روان میکنید و آپریتینگ سیستم دیتا را به هاردویر میرسونه تا اینکه مرحله پروسس آغاز میشه و تا اینکه ختم میشه، اگزیکیوت میشه، تا اینکه نتیجهش برای ما میرسونه، تا اینکه نتیجهش برای ما دیسپلی میده، مکمل در بین آپریتینگ سیستم کار میکنه. پس ما میبینیم که یک میانجی از بین یوزر و بین هاردویر. مثال دیگه که باید براتون بگم دوست عزیز، اونی است که ما گفتیم یک میانجی از بین هاردویر و یوزر. براتون باز هم به خاطر واضح ساختن یک مثال دیگه هم براتون میدم. به طور مثال شما فکر کنید یک یوزر هستید و هی یوزر که فعلا هست، متوجه باشین که لسان به لسان انگلیسی به طور مثال تایپ میکنه، فارسی، پشتو، هر چی که تایپ میکنه، اما متوجه باشین که هیچ لسان دیگه را هاردویر کامپیوتر ما نمیشناسه جز اینکه باینری لنگویج. یعنی سر و کار هاردویر کامپیوتر متوجه باشین که با باینری لنگویج است، مکمل با باینری صحبت میکنه. اونمو باینری لنگویج ما عبارت از 0 و 1 است. یعنی صفرش به معنای آف و یکش به معنای آن، مکمل با انمی لسانی صحبت میکنن هاردویر ما. پس حالا ببینید دوستای عزیز، در اینجا لسان باینری لنگویج یوزر نمیفهمه
و هاردویر ما لسان یوزر ما رو نمیخواد. این به هر لسانی که صحبت میکنه، به هر لسانی که دیتا را مثلا داخل سیستم میسازه فرق نمیکنه. پس در بین از اینا آپریتینگ سیستم قرار میگیره، یک میانجی است، یک ترجمان است. دیتا را از یوزر میاره برای هاردویر میرسونه و تا اینکه هاردویر اینا پروسس بکنه، اکزیکیوت بکنه، بالاخره نتیجه رو برای یوزر دوباره برسونه. یعنی که دوستای عزیز، یوزر با هیومن لنگویج میفهمه و هاردویر ما با ماشین لنگویج میفهمه. هیومن لنگویج قابل درک برای هاردویر نیست و ماشین لنگویج قابل درک برای یوزر نیست. پس دوستای عزیز متوجه باشید که در میان از اینا آپریتینگ سیستم قرار گرفته. هر انستراکشنی که از طرف یوزر برای هاردویر داده میشه از طریق آپریتینگ سیستم برای هاردویر رسانده میشه و هاردویر بالای دیتا پروسس انجام میده تا ای که برای شما دیتای ما را ریزلت یا نتیجه معلومات برای ما بتانه که اکزیکیوت کنه. خب دوستا، ببینید در اینجا اگر کامپیوتر ما کدام آپریتینگ سیستم نداشته باشه و یک یوزر مستقیم از هاردویر استفاده کنه، چی مشکلاتی به وجود میاد؟ در این قسمت برتون گفته که زمانی که یک یوزر اگر دایرکت و یا مستقیم یک هاردویر میخواد اکسس کنه، یعنی برای اون دسترسی پیدا بکنه، متوجه باشین که برای هر دیوایسی که در این قسمت هست مجبور است که یک پروگرام جداگانه باید چی کنه بسازه. برای سی پی او، برای آیو اینترفیس، برای رم و غیره و غیره. ولو که هر قدر دیوایسی که هست، یک یوزر مجبور است که یک پروگرام اول بسازه. برای هر دیوایس، یعنی برای هر آله و برای هر تسک یا وظیفه‌ای که برای کار می‌کنه. به طور مثال زمانی که یک یوزر قصد داره که یک تسک به خاطر اکزیکیوشن بسازه، یعنی دوباره می‌خواد که امی ریزلت تسک خود را یا وظیفه خود را دوباره یوزر ببینه. دو صورت وقتی میخواه که یک تسک برش هاردویر انجام بده، یعنی تسک باید اکزیکیوشن شود، یعنی اکزیکیوت شود، قبل از این که این تسک بر از این اکزیکیوت شود، متوجه باشین یوزر مکلف است که یک پروگرام باید بسازه. پروگرام باید بسازه تا این که تسک به سی پی او بیاید و مرحله اکزیکیوشن انجام شود. یعنی بالا از این تسک که برای هاردویر از طرف یوزر داده میشه، باید بالا از این تسک پروسس انجام شود، پروسس شود. و یا هم اگر میخواید که به طور مثال تبن وقتی که یک تسک شما یک یوزر کرییت میکنه، متوجه باشین که مستقیم برای سی پی او نمه. تبن اولین بار که تسک وقتی که از طرف یک یوزر برای هاردویر داده میشه، متوجه باشین که اول بالای رم میایه و رم معلومات یعنی دیتا را میتونه برای سی پی او بده و سی پی او میتونه دوباره معلومات بعد از پروسس برای رم بده و رم دوباره معلومات میتونه که برای آیو انترفیس یا دیوایس هایی که اینپوت کننده و آوتپوت کننده هستن برای زینا تسلیم کنه. پس دوستای عزیز، برای هر دیوایس مجبور است که چی بکنه؟ یک پروگرام علایده بسازه. یعنی ببینین اگر تسک یک رو یک پروگرام ساخت، اگر تسک دوم میخواد انجام بده، متوجه باشین که باید پروگرام جدید، یک پروگرام دیگه بسازه. یعنی براتون گفته دوستای عزیز که شما زمانی که وقتی که یک یوزر میخواد یک تسک انجام بده، میتونه برشان به طور جداگانه چی کنه؟ یعنی پروگرام بسازه و به شکل تکرار بسازه. یعنی طبعا هر تسک سیم تسک نمیباشه، یعنی تسک یکسان نیست، وظایف یکسان نیست که یک یوزر میشود یک کار انجام بده، یعنی یک تسک باید انجام بده. طبعا تسک ها مختلف است و مجبور است که برای هر تسک این اپر چی بکنه یوزر، یعنی برشان پروگرام باید بسازه. در غیر از اون امکان پذیر نیست. در صورت از این پروگرامی که در اول ساخت برای تسک اول وقتی میتونه استفاده بکنه که
سیم تو سیم تسک باید باشه، یعنی عین تسکی که در اول انجام داده بود، اگر یک تسک دیگه، یک وظیفه دیگه را که باز هم میخواد اکزیکیوت شوه، پس عین تسک اگر باشه از پروگرامی که در اول ساخته بود از اون میتونه استفاده کنه. در غیر از اون اگر تسک های مختلف به خاطر اکزیکیوشن بررسی داده میشه و مجبور است یوزر برای هر پروگرام، برای هر تسک خود یک پروگرام کاملا جدا کنه بسازه. خب در یک مثال دیگه هم براتون میتونم که واضح تر شم. سوال دیگه طوری از دوستای عزیز که یعنی فکر کنین یک یوزر ما در اینجا داره یک داکیمنت داره و میخواه که این داکیمنت ها ای چی بکنه، دوستای عزیز پرنت بکنه، درست؟ خب زمانی که ایره میخواه پرنت بکنه، طبعا یک دیوایس ما شما داریم و این دیوایس ما شما به نام پرنتر نامگذاری میکنیم و این میخواد چاپ بکنه و این پرنتر را طبعا شما میفهمین که باید در قسمت آیو انترفیس حاصل کنین، جایی که ماوس، کیبورد، پرنتر، مانیتور و غیره و غیره وصل میشه. یعنی اینا را به نام آیو انترفیس میگن، یعنی به ایمان هم آله های اینپوت کننده و هم آوتپوت کننده میتونه در اینجا وصل شود. خب دوستا زمانی که پرنتر را شما وصل کردین و در صورتی که آپریتینگ سیستم نداشته باشین، باید یوزر اگر یعنی باید یوزر برای داکومنتی که میخواهد چاپ شود اولا چی باید بکنه؟ به خاطر از اینکه آپریتینگ سیستم وجود نداره، این هاردویر به شکل مستقیم استفاده میکنه فعلا. خب اولا برای از این داکومنت باید یک پروگرام باید بسازه، یعنی پروگرام بسازه که توسط به این پروگرام اینستراکشن بده برای هاردویر، یعنی یک آردر بده به هاردویر که تو باید داکیمنت مرا چی بکنی، یعنی پرنت بکنی، درست؟ یک دانه پروگرام به خاطر پرنت ساختی یوزر. بعدا طبعا داکیمنت میای باز هم اولین بار طبعا میفهمی که مستقیم به آله های آیو انترفیس نمیه، هر دیتا بعدا ما شما تشریح میکنیم، ولی من فقط بالای ازی که اوقدر بحث نمی کنم که اولا دیتا بالای کجا میره، بعدا بالای کجا میره، چطور پروسس میشه، بالاخره آوتپوت میشه، این موضوعات ما شما فعلا بالش گرم نداره. فقط من مثال برتا میدم که شما موضوع درس بفهمید که چرا آپریتینگ سیستم مهم است. حالا یعنی پروگرام ساخت به خاطر پرنت، داکیمنت میخواد پرنت بکنه، در اون صورت اولا داکیمنت فیلی طبعا میایه بالای رم، درست؟ وقتی که بالای رم داکیمنت ما آمد، طبعا برای رم باید جداگانه یک پروگرام باید بسازه، بعد از او رم دیتا را به خاطر پروسس برای سی پی او میده. ما کسایی که هاردویر خوندن اونا به بلدیت دارن، میگن سی پی او به تنهایی خود نمیتونه هیچ وقت دیتا را پروسس بکنه، با همکاری رم انجام میده. رم به این خاطر میگن که یک مین میموری یا یک حافظه اصلی است. بعد از اون سی پی یو میتونه که بعد از طی مراحل، یعنی بعد از اینکه بالای یک تاسک و یا یک دیتا وقتی که پروسس انجام داد، دوباره معلومات برای رم میده و رم دوباره معلومات برای آله های آیو انترفیس میده تا اینکه بالاخره ریزلت یا نتیجه معلومات برای ما پرنت شود. در این صورت ببینین پروگرام را که ساخت آمد بالاخره برای هاردویر، چون دایرکت استفاده میکنه هاردویر و مجبور است پروگرام بسازه، دیتا یا امی داکیمنت ما شما به هاردویر رسید، برای رم، رم به سی پی یو، سی پی یو برای رم، رم دوباره به آله های انترفیس، بالاخره ریزلت و یا نتیجه داکیمنت ما شما بالاخره در این قسمت میتونه چاپ شوه و ما میتونیم که هاردویر ازیره ما بدست بیاریم. در اینجا سافتویر بود و در اینجا به هاردویر تبدیل شد، هارد کاپیش ما شما بدست آوردیم. خب دوستا حالا ببینید چقدر جنجال کلان از در اینجا، آپریتینگ سیستم نیست، برای هر دیوایس پروگرام جور کردن هر لحظه هر وقت، یعنی برای تسک های مختلف شما هر بار پروگرام جور کنین بسیار زیاد مشکل است. پروگرام نویسی ها میفهمیم که چقدر مشکلات است. اما حال فعلا شما ببینیم اگر آپریتینگ سیستم ما شما داشته باشیم دوست عزیز، چقدر به سادگی میتونیم، یعنی فقط شما یک دکمه پرنت دارید در برنامه ورد، فقط بالای آپشن یا گزینه پرنت شما کلیک میکنین، آردر برش میتین،
یعنی برای هاردویر میگین ایره چاپ کن، بعد دیتا ایره که ما میخواییم پرنت شوه یا داکومنت ایره که ما میخواییم پرنت شوه، در اینجا طبعا آپریتینگ سیستم وجود داره. آپریتینگ سیستم مسئولیت از ایره میگیره، فقط شما کلیک میکنین بالای گزینه پرنت. آپریتینگ سیستم مسئولیت از ایره میگیره که چطور دیتا را برای رم انتقال بده و از رم دوباره چطور معلومات را به سی پی او انتقال بده و سی پی او چطور دوباره معلومات را برای رم انتقال بده بعد از پروسس و دوباره رم چطور میتونه معلومات را بیاره به آی او دیوایسز یعنی انتقال بده و بعد از او چطور بالاخره پرنتر بتونه که این معلومات برای ما شما چاپ کنه و ریزلت و یا نتیجه داکومنت ما در یک دو تا کاغذ میتونیم فعلا ببینیم. تمام مسئولیت را ببینیم آپریتینگ سیستم میگیره و شما دیگه هیچ کار نمیکنید، فقط شما بالای گزینه پرنت کلیک میکنید و منتظر میباشید تا ای که ورق از پرنتر خارج شوه و شما اونمو معلومات تا نگاه دست بیارید. مثل از این آپریتینگ سیستم هزارها کارهای دیگر هم میکنه که ما اگر یک دانه نام بگیریم که آپریتینگ سیستم چرا مهمه، فقط یک مثال یکی دو مثال ما بردم دادم، شما خودتان اهمیت آپریتینگ سیستم را درک کردیم، فهمیدیم که آپریتینگ سیستم چقدر کار میکنه. وقتی که ما تشریح کردیم آپریتینگ سیستم یک میانجی از بین یوزر و بین هاردویر، آن شما فهمیدین که واقعا یک انترفیس است، یک میانجی است بین یوزر و بین هاردویر. و دیگه ما در اول تشریح کردیم که مفهوم و مطلب از آپریتینگ سیستم، مضمون آپریتینگ سیستمی است که کامیونیکیشن یا ارتباطات بین آپریتینگ سیستم و بین هاردویر ما میخوایم، یعنی بین سافتویر و بین هاردویر. خود آپریتینگ سیستم یک سیستم سافتویر است. خب دوست عزیز، ما میم یک مشکل دیگر هم در سلاید بعدی براتون تشریح میکنم، در صورتی که آپریتینگ سیستم نباشه چی مشکل خلق میشه. خب دوستان، و یا چرا آپریتینگ سیستم مهم است؟ ببینین یک موضوع دیگه در این قسمت ذکر شده، میگه در این زمان فقط یک یوزر میتونه از یک دیوایس استفاده بکنه، در این زمان چندین یوزر نمیتونه. یعنی شما فکر کنین این هاردویر یک سرور باشه، درست؟ سرور هم سی پیو داره، رم داره، انترفیس ها داره، هرچی که باشه. فکر کنین چندین یوزر است میخواه که در این زمان از یک سرور چی بگیره؟ خدمات بگیره. و یا منتظر هستن که هر یوزر یعنی سرور برشان، هاردویر سرور برای جا باید خدمات بگیره. میگه زمانی که آپریتینگ سیستم وجود نداشته باشه، در بین از اینا آپریتینگ سیستم وجود نداشته باشه، میگه که متوجه باشین که در این زمان فقط یک یوزر میتونه از یک دیوایس استفاده بکنه، از دیوایس ها استفاده بکنه. یعنی به چی مانا؟ به طور مثال ببینیم یوزر فیلی میخوای بازم یک تاسک یا یک وظیفه برای به خاطر اگزیکیوشن، به خاطر اگزیکیوت بسازه، یک تسک میخواه بسازه، تسک که میسازه بازم برتون میگیم که باید پیش از اینکه تسک به خاطر اگزیکیوشن یا به خاطر اگزیکیوت بر سی پی یو روان بکنه، متوجه باشین که این نفر اولا باید یک دونه پروگرام بسازه، یوزر فیلی باید یک پروگرام بسازه، در غیر از او امکان پذیر نیست. خب دوستان، پروگرام ساخت، درست؟ تسک به طرف سی پی یو روان. خب وقتی که تسک فیلی به طرف سی پی او آمد، متوجه باشین مکمل تسک وظیفهش ختم شد، فکر کنین بالاخره اگزیکیوت شد، ریزلت نتیجهش برای یوزر پس دوباره داده شد، تسک یک کروان کرده بود، فکر کنین خلاص شد، تکمیل شد. در این زمان در صورتی که اگر تسک دیگه هم خلاص شد، فکر کنین در این زمان هم نی، بعدن یوزر دیگه فکر کنین یک تسک دیگه را به خاطر اگزیکیوشن ساخته، تسک دومه، درست؟ و ای هم میخواه که ریزلت یا نتیجه تسک که میخواه، وظیفه که به هاردویر میخواه بتر یا برسانه، میخواه ریزلت تسک یا نتیجه تسک را برای ببینه. در او صورت
یوزر فعلی زمانی که تسک میخواه رمان بکنه اینجا سی پیو بر ازی جواب داده نمیتونه، به خاطر ازی که قبلا یک پروگرام جور شده بود برای سی پیو روان شده بود و سی پیو فعلا مربوط به یوزر شده و در اینجا چیز دیگه نیست، امکانات نیست که دوباره سی پیو را از یوزر فعلی رها بکنه، یعنی کار ازی هم در این صورت تکمیل شده. اما باز هم سی پیو فعلا امرای ازی در ارتباط است، یعنی کدام چیزی در این قسمت بکنیم، یعنی آپریتینگ سیستم در اینجا نیست که سی پیو را دوباره از یوزر بگیره و تا بتانه تسک دیگه اگر میایه، یک یوزر دیگه اگر تسک دیگه داره باز بتانه که سی پیو بر از او رسپانس بده یا بر از او یوزر مثلا تسک شد باید پروسس بکنه. وقتی که تسک یوزر یک فکر کنیم تکمیل شد، پس سی پیو فقط فعلا مربوط به امی یوزر میمانه و یوزر منتظر است که یوزر یک چو وقت میتونه دوباره تسک روان بکنه و ای برش پروسیس بکنه. در این صورت سی پی او و دیوایس هایی که از مربوط به هاردویر فعلا مصروف به یوزر یک شده، متوجه باشید، و فقط متوجه یوزر یک هستن. یعنی برطور بگویم دوست عزیز که هاردویر در کل فعلا متوجه یوزر یک هست، یعنی منتظر یوزر یک هستن که فقط یوزر یک چی تسک میده، چون پروگرام اول ایجور کرده بود تسک دومی را قبول کرده نمیتونه از یوزر دیگه دوست عزیز، متوجه باشه. پس در اینجا اگر آپریتینگ سیستم میباشه چقدر خوبه دوست عزیز، زمانی که آپریتینگ سیستم یک انترفیس از در اینجا و تسک یک زمانی که فقط تسک به خاطر اگزیکیوشن یوزر ساخته میخواد نتیجه تسک خود را ببینه، بلاک کنه هر دیتایی را که روان میکنه فرق نمیکنه، هر وظیفه‌ای که به هاردویر میده، یعنی هر انستراکشنی که به هاردویر میده فرق نداره، بر فقط بر آپریتینگ سیستم میتشن، آپریتینگ سیستم خودش تمام مسئولیت داره میگیره. ای که اگر تسک ضرورت داره به رم بره، خود آپریتینگ سیستم ای را برای رم میبره، برای سی پی او میبره، سی پی او با بسیاری از دیوایس های دیگه که از فقط جه 3 دانه دیوایس ما مثال دادیم، برای تمام دیوایس ها میبره، بالاخره پروسه تکمیل میکنه، بالاخره پروسه ها تکمیل میشه، مرحله ها تکمیل میشه و بالاخره ریزلت یا نتیجه شد برای یوزر میرسونه. و در اینجا دوست عزیز متوجه باشیم که آپریتینگ سیستم هاردویری که فعلا مربوط به یوزر یک شده ای را دوباره از پیشش میگیره و هاردویر متوجه به یوزرهای دیگه میسازه، یعنی به این معنا که اگر از طرف یوزر دیگه کدام تسک باشه وقتی که به طرف هاردویر میاد و هاردویر بتونه که به یوزر دیگه هم ریسپانس بده و یا هم جواب یوزر دیگه را هم داده بتونه، در این صورت اگر اپراتینگ سیستم نباشه طبعا وقتی که هاردویر یک بار برش پروگرام نوشته شد از طرف یوزر، زمانی که هاردویر مربوط به یک یوزر شد، اگر آپریتینگ سیستم نباشد هاردویر فقط متوجه یوزر یک می باشد و به یوزرهای دیگه جوابگو نمی باشد. خب دوستان، به خاطر واضح ساختن و شما می خواهیم که یک مثال دیگه بر شما واضح تر اگر کوشش میکنیم که تشریح کنم شما بفهمین. ببینید دوست عزیز، یعنی به این معنا فکر کنین ما یک یوزر هستم، میخوایم یک تسک برای هاردویر بتوم تا اینکه اگزیکیوت شه، صحیح؟ ما تسک دوستایی ساختم و برای تسک ما یک دونه پروگرام ساختم و پروگرام زمانی که ساختم تا اینکه به خاطر از این پروگرام ساختم که تسک ما باید اگزیکیوت شه، زمانی که ما تسک روان میکنم به طرف هاردویر، در اینجا شما متوجه میبون هستیم که ما هاردویر را دایرکت اکسس میکنم، مستقیم به هاردویر دسترسی پیدا میکنم، کدام آپریتینگ سیستم وجود ندارد. و در این سی پی او زمانی که پروگرام نظر به پروگرامی که ما ساختیم تسک ما را اگزیکیوت میکنه، دوباره جوابش برای ما روان میکنه و ما بلاخره به جواب خود دسترسی پیدا میکنم، فعلا هاردویر متوجه ما است که آیا ما تسک دوم برای روان میکنم یا سوم برای روان میکنم یا نمیکنم، درست؟ اینجا کدام آپریتینگ سیستم وجود نداره که هاردویر از ما دوباره بگیره و هاردویر متوجه به یوزرهای دیگه بسازه.
به در این صورت اگر یوزر دیگه فکر کنیم به نام احمد است، محمود، احمد، محمود، هر کسی که است، یک دانه تسک می سازه و این تسک برش پروگرام می سازه. تسک دوم فکر کنیم از طرف یوزر احمد است و برای این پروگرام ساخته میشه. پروگرام زمانی که تسک رواب میکنه میبینه که هاردویر در جمع یوزر دیگر است فعلا، و در این زمان هاردویر برای ازی ریسپانس داده نمیتونه، یعنی برای امانا که برای ازی جوابگو نیست و یعنی هاردویر نمیتونه که در این زمان از چند یوزر تسکش انجام بده. اما در اینجا اگر آپراتینگ سیستم باشه دوست عزیز فرق نمیکنه. تسک رکمانش میکنم، ضرورت به پروگرام ندارم، فقط روانش میکنم. آپراتینگ سیستم طبعا اول به مرحله‌ای که میره خودش مستقیم تسک من روان میکنه، برای هر هاردویر میبره، بالاخره اگزیکیوت میکنه دیتا یا معلوماتی که بالاش پروسس صورت گرفت تا بالاخره مرحله اگزیکیوشن میرسه و بالاخره مریضت یا نتیجه تسک خود را به دست میارم و دوباره هاردویر که متوجه ما بود، دوباره هاردویر آپراتینگ سیستم میگیره از من و متوجه به یوزرهای دیگه میساز شد. اگر از طرف دیگه کدام تسک بیاید بتانه که هاردویر بر از اونا هم رسپانس بده. پس شما دیدیم که دوست عزیز آپراتینگ سیستم بسیار شد مهم است و ما چرا با این ضرورت به آپراتینگ سیستم پیدا میکنیم. خب دوستا، قابل یادآوری است که باید براتون بگویم آپراتینگ سیستم در کل مکمل درسایش تیوری است و نسبتا مشکل است. در صورت پیدا کردن مشکل دوست عزیز شما میتونید که امرای ما ارتباط برقرار کنید و در قسمت هایی که شما کانفیوز میمانید، یعنی براتون مشکل پیدا میشه در فهمیدن درس، انشاءالله ما میتونم بر شما کمک کنم. تشکر از توجهتان. وقت خوش. خدا حافظتان.